یعنی ما گفتیم اسکریپت رو میخواید بنویسید، میاد اینجا اسکریپت رو بازبسته میکنید و شروع میکنید داخلش اسکریپت نوشتن. کامنت ها اینا رو که گفتیم میدونید به چه صورت میتونید کامنت بنویسید، من یه ذره بزرگترش کنم. میدونید به چه صورت کامنت میشه گذاشت، ور رو میتونید استفاده بکنید، متغیرها رو گفتیم، مثلا میتونید فرست نیم لاست نیم نحوه تعریف کردن متغیرها رو بهتون گفتیم، ایکس ایگرگ همه اینها رو اومدیم گفتیم و نحوه در واقع کانکت کردن داکیومنت رایت. مثلا اگه اینجا یه متغیر بنویسم به نام فرست نیم، میتونم بنویسم مثلا اسمش باشه کورج و بیام مثلا یه متغیر تعریف کنم به نام ور لاست نیم و مقدار داخلش رو قرار بدم مثلا آرمی. میتونید از دستور داکیومنت رایت دیگه درسته document.write استفاده بکنید برای چیکار کردن. بیاید شروع کنید، در واقع اینجا خودش هم میبینید داره بهتون میگه، میگه میتونید از تکست یا متغیرها استفاده بکنید. مثلا من میتونم اینجا بگم در واقع تو رایت به دو صورت میتونید بنویسید. بیاید اینجا مثلا بنویسید فرست نیم علاوه لاست نیم و آلت اف 2 رو بزنید و یه همچه خروجی اینجا ببینید، یا میتونید بیاید تو چیز قرارش بدید، توی رایت میتونید در واقع تو داکیومنت رایت میتونید HTML هم بنویسید. مثلا بیا بگید اچ1 بکنم اینا رو گفتم و بیاید شروع کنید مثلا توش بنویسید تورج. به نظر تورج رو جواب میده؟ آها اینا نگفتم، این موقعی نکته جدید. آیا من میتونم تو دابل کوتیشن که اینجا اومدم گذاشتم، خب یادتونه دیگه، مثلا ما اینجا میتونیم تو دابل کوتیشن یه دیسیس تست بنویسیم توی رایت و بیایم دیسیس تست رو چاپ بکنم، یا میتونیم بیایم اینجا متغیرها رو صدا بزنیم، بزنیم مثلا فرست نیم علاوه لاست نیم، خب به این شکل در واقع بزنید و نمایش بده، یا اینکه بیایید کانکت بکنید یا مثلا بچسبونید. بیایم اینجا برگردم میگم ماي نیم ایز به این شکل و بیام فرست نیم رو بهش اینجوری بچسبونم. خب این تو تمام زبان‌ها، زبان جاوا، سی شارپ، سی پلاس پلاس، من سی پلاس پلاس، جاوا و سی شارپ اینا کار کرده باشید و حتی پایتون، به این شکل میتونید بیاید یه متغیر، گفتم اگه تو دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن باشه، اینجا قبلا بهتون گفتم تو دابل کوتیشن اور سینگل کوتیشن این مقدار چیه، استرینگ یا رشته ای هستش. خب الان این چیه؟ از نوع استرینگ. اینم از نوع استرینگ، میتونم با به علاوه اصطلاحا اینا رو از سمت چپ و راست با هم دیگه بچسبونم. این میشه راسته، در واقع ماي نیمز، در واقع ماي نیمز راست میشه، این میشه چپش، این دوتا رو به این صورت بچسبونم. یا برگردم بگم and my last مثلا name is و برگردم بگم مثلا last name، درسته؟ به این شکل میشه در واقع پیاده کرد. میبینید که اومد اطلاعات رو خوند. حالا اگه من این رو بخوام توی یه دونه متغیری مثل h1 قرار بدم چیکار باید بکنم؟ اینه نکته است، تو ایجکس خیلی بهش برخورد میکنید. البته دیگه اگه شما دیگه سراغ jQuery در واقع نباید برید سراغ ایجکس، بعد شما سراغ فریم ورک ها برید. فریم ورک ها مثل چی؟ ویو یا انگولار یا ریاکت، که حالا اینجا ریاکت رو داره، حالا ویو رو قرار من بگم، انگولار رو نمیدونم حالا دارن یا نه. میتونید حالا ریاکت و ویو به نظر من تو بازار کار خیلی پرکاربردتر هستش تا انگولار، ولی خب انگولار هم یه فریم ورک میتونید ازش استفاده بکنید. من میام اینجا اگه برگردم بگم یه H1 قرار بده و مثلا this is test رو قرار بدم، خب خوشحال خورم بیام اینجا این رو بزنم، در واقع میبینید this is test رو دارم بعد نمایش میده. حالا اگه بخوام متغیری که دارم رو قرار بدم چی؟ من اینجا می‌نویسم first name، اولا که نشناخت، خب اینتلیجنس خود نرم افزار نشناخت، من بزنم می‌بینید نوشت first name. چیکار باید بکنم که این متغیره که من اینجا نوشتم رو توی این اچمانه بنویسه، در واقع نشونش بده؟ خب این نکته، اولا شما توی چی هستید؟ استرینگ. و توی این استرینگ اومدین تگر رو مشخص کرد. خب پس شما در واقع تو چه حالتی هستید؟ اینجا اگه من بیام قرار بدم، اگه توی استرینگ میخوای بیا بگی که ببین فرست نیم رو بیمان نمایش بده. خب این توی استرینگ که می‌نویسی فرست نیم، ما بنده خدا فکر می‌کنه مقداری که شما نوشتی یه رشته است، یعنی فکر می‌کنه فرست نیم است. یعنی شما وقتی اینجا می‌نویسی فرست نیم، فکر می‌کنه یه رشته نوشتی توی اشوان. می‌بینی اومده فرست نیم قرار بده. چیکار بکنم که بتونم متغیرم رو قرار بدم؟ نکته، شما اگه توی دابل کوتیشن بودید و می‌خواید این متغیر رو قرار بدید، خب این متغیر قرار این وسط قرار بگیره دیگه، میایید با دو تا دابل کوتیشن اصطلاحا بریک میکنید. نگاه کن تگ ها پر زن دیگه، اصطلاحا جفتن. تگ سمت باز رو میندازید تو دو تا دابل کوتیشن، تگ سمت بسته رو میندازید تو دو تا دابل کوتیشن و دو تا دات میزنید، اصطلاحا
میشه چی؟ کانکت کردن. یا میاد اینجا دو تا به علاوه میزنید، دو تا دات توی پی اچ پی به این شکل هستش، دو تا به علاوه که میزنید ما خب اینجا میومدیم مینوشتیم مثلا ماین نیمز فلان و میومدیم مثلا سمت چپ و راست رو هم میچسبوندیم. من اینجا مقدار فرست نیم رو میبینید، الان فرست نیم رو میشناسید. چه اتفاقی افتاد؟ من دارم میگم که ببین این فرست نیم متغیره، بیا بچسبونش، این از نوع استرینگ، اینم از نوع استرینگ، بیا اینها رو، این متغیرها رو از سمت چپ و راست به این استرینگا بچسبون. الان ببینید میذارم میشه تورش، تورش شناخت. و میتونم دوباره چیکار کنم؟ بیا مثلا لاست نیم رو هم بزنم خودش. ببینید الان لاست نیم رو میشناسه. مرسی. چه نشناختی؟ آها، این علاوه بر نذاشتم. چپ و راست در واقع باید بشناسه دیگه. بنشه. پس حواستون باشه اگر بخواید متغیری رو توی document.write حالا یا مقادیر دیگه هستش قرار بدید، باید بیا چیکار بکنید؟ به این شکل انجامش بدید. من میام دوباره بریم آره تو فیلم ولی یه مثال دیگه بزنیم.